عرض و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. امروز پنجشنبه است. سپاس از این که ما رو در برنامه های ویژه دوران بحران کرونا همراهی میکنید. این برنامه در استودیو خانگی در حال اجراست. دوستان عزیز من، همکارانم آقای سپهر خسروی و امین شهرتی در اتاق فرمان برنامه رو هدایت میکنن. سپاسگزار تشکر میکنم از سارا خانم ایرانی عزیز و ارجمند. حرفای آقای ویلر رو گوش میکردم، مدیر انستوکوخ، یکی از مهمترین انستوهای میکروب شناسی دنیاست، هم میهنانم راستش بقیه حرف زدن لبخند چهره داشت و میگفت آمار آدم رو امیدوار میکنه. به نظرم خودش خیلی حرفه، حرف با معنایست. دو دستگی در اروپا پدید آمده. درباره اینکه آیا زود نیست ما داریم کلید بازگشت به عادی شدن و اوضاع رو میزنیم و سعی میکنیم که اقتصاد دوره سر پا کنیم، و همینطور زود نیست که ما داریم مدارس رو باز میکنیم. در یه نقاط این کار کردن، شروع کردن از مدارس. مدارس هم این علت که میگن ترس از واگیری در بین بچه ها کمتره، یعنی کرونا ویروسی است که زورش به خیلی ها نمیرسه. یه مورد رو بهتون گفتم در تهران، یک سرایدار افغانستانی، اینو گفتم دوباره تکرار میکنم، تو خودم در جریانم، مبتلا میشه، متاسفانه در میگذره. شخصیت فوق العاده شریفی بوده، اهل محل بهش خیلی علاقه داشتن، ولی خب در این دوره کرونا دیگه همه از هم دورن دیگه، بی خبر، نگو در خانه در گذشته. بر اثر ابتلا به کرونا همسر داره و دو دختر داره، تست گرفتن بعد از مرگ این سرایدار، از همسر و دو دخترشون را نداشتن، منفی، جواب منفی است. بنابراین کرونا از پس عده‌ای بر نمیاد، عملا در برابرش مسئولیت داره. این یه خبر که خیلی مهم بود و باید منتظر بمونیم ببینیم کشورهایی که کلید رو زدن، در اتریش، در دانمارک، در آلمان هم تصمیمات خیلی مهمی اتخاذ شده و به تدریج و با گام های کوچک، آنگونه که خانم مرکل میگه میخوان به این سمت پیش برن، به این نتایج چه خواهد بود و سوئدی ها چه نتیجه میخوان در پایان بگیرن، چون سیاست تساهل رو پیش کردن، سهلگیری، آسانگیری. اونا همه چیز رو واگذار به خود مردم کردن. اجتماعات ولی بیش از 50 نفر ممنوعه، تا 50 نفر حتی مجاز. در برنامه امروز با چی هستیم؟ با تحلیلگر برجسته آقای حسن دایی عزیز. آقای حسن دایی در کنتیکت زندگی میکنه. کنتیکت نمیگه از بود ایالت هاییست که کرونا خیلی بدجور به شبیخون زد. آقای دایی عزیز درود بر شما. سلام دارم خدمتتون و سمی بینندگان عزیز. امیدوارم حال شما خوب باشه آقای دایی. ما خوبم، بله ممنون. خوشحالم میبینم تو، خوشحالم میبینم. آجایی خوشحالم در خدمت. بریم به سر مسائل روز اینها، اجازه بدید که بریم مستقیم به ایران. الان تو این هیچ و بیس، تو این وضعیت ناگواری که مملکت درش گرفتاره و این رهبران غیر مسئولی که ما در مملکت داریم که واقعا کارهاشون مردم رو عصبانی کرده، چند مورد پیش آمده. یکی موضوع گم شدن 5 میلیارد دلار. جالبه، یه نفر چی بود، یکی از مسئولان بانک گفته بود نه 5 میلیون دلار، 1.5 میلیارد گم شده، 1.5 میلیارد دلار گم شده. و از این خب ببینم نظرتون چیه، اطلاعاتی که شما دریافت کردید چیست، اونم تو این هیس و بیس، تو این وضعیت اقتصادی مملکت و بینوایی مالی مردم. بفرمایید. عرض کنم که یه مقدمه خیلی کوتاهی رو من اشاره بکنم تا ببینیم این دعوایی که شروع شده در ایران بر سر این نزدیک به 5 میلیارد پولی که گویا گم شده چیه. من فکر میکنم که یعنی مجموعه نظر کارشناسان بین المللی، پزشکی و غیره رو که بررسی میکنیم، این فاجعه کرونا و بحرانی که در جهان به وجود آورده، بحرانی بسیار عمیق و دامنه دار، عمیق‌تر از اونی که خیلی‌ها تصور می‌کردن، لااقلش اینه که تا پایان سال 2021، یعنی سال دیگه، شرایط با عادی قبل از کرونا بر نخواهد گشت. باید
حتما واکسن تولید بشه. واکسن هم 1 سال تا 1 سال و نیم طول میکشه، باید کاراییش رو ببینن و آرام آرام در خیلی کشورها برمیگردن به یه حداقل از فعالیت های اقتصادی. ولی بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی به اصطلاح تعطیل خواهند موند، بسیاری از بیزینس ها ورشکست خواهند شد، بیکاری بیداد خواهد کرد، بحران بسیار بسیار عمیقیه که عواقب اجتماعی، بین المللی، استراتژیک و به خصوص در همه کشورها ضعف ها رو نشون میده، اینها به دنبال خواهد داشت. حالا وقتی که ما این رو بررسی میکنیم، باید واقعا باور بکنیم که این عمیقه و دامنه دار خواهد بود، طبیعتا تأثیر هم خواهد گذاشت. این را اگه باور بکنیم، بعد میرسیم به کشور خودمون که خب در اونجا چه تأثیر میذاره. ما قبل از اینکه فاجعه کرونا بشه بارها و بارها صحبت کردیم که ما تمام مسائلی رو که در داخل در رابطه با کشورمون، در رابطه با جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، باید در پرتو و در چارچوب چند تا فاکتوری که واقع بوده و ما این رو بارها در محک آزمایش دیدیم که بوده، این طور بوده، در اون چارچوب نگاه کنیم که یکیش ورشکستگی اقتصادی حکومت بوده، بعد مردم از نظام روگردان شدن، شرایط قیام، اینا چیزایی که واقعیت داشته و شکاف عمیقی بین مردم با نظامه. در این شرایطی که ما داریم بررسی میکنیم این فاجعه کرونا به وجود اومده، حکومتی همچی وضعیتی داشته. ببینید واقعش اینه که اگر ما ابعاد این فاجعه رو ببینیم در سطح جهانی، در همه کشورها، مثل یک نفر تشبیه میکرد، میگفت مثل دوران یخبندان در تاریخ زمین شناسی میمونه که خب دورانی بود که به اصطلاح شرایط اقلیمی و هوایی، به اصطلاح هوا و اینها سخت شد روی کره زمین، بسیاری از موجودات زنده، انواع موجودات زنده که قابلیت تطبیق نداشتن از بین رفتن. بنابراین می‌بینیم چقدر این عمیقه، این مسئله خیلی عمیقه. امروز رهبر، یعنی مسئول مورگان استنلی، بانک مورگان استنلی صحبت میکرد، میگفت من فکر نمیکنم که اصلا اون عادی که قبل از کرونا بوده، قبل از 2022 اصلا متصور باشه. بسیار عمیقه، مسئله بسیار عمیقه. حالا تو کشور خودمون اتفاقاتی که داره میفته واقعا جدیه، بارها هم بحث کردیم، درست بحران ها هست در سطح جهان، هم به کشور ما که میرسه رنگ و بوی خاصی داره، باید در اون چارچوبایی که قبلا بوده نگاه بکنیم. به ندرت هم میشه فاکتوری رو پیدا کرد که به نفع جمهوری اسلامی تغییر بکنه در این شرایط. خب حالا تو این شرایط الان مسئله کی شده؟ جمهوری اسلامی ورشکست از نظر اقتصادی، مردم رو اگه بخواد کاری که در همه جای دنیا داره انجام میدن، خب بقیه دنیا که دوست ندارن که به من و شما و میلیون ها و ده ها و صد ها میلیون بگن خب در خونه هاتون باشید و دولت بیاد بخشی از مخارج مردم رو بده، اقتصاد ویران بشه. خب راه دیگری اگه بود که اونو میکردن، که جمهوری اسلامی که کشف جدیدی نکرده. جمهوری اسلامی چون نمیخواد پول خرج کنه، مردم رو داره روانه میکنه به سر کارها. اینم که در خیلی کشورها مثل آلمان و اینها دارن آرام آرام کلید اقتصادی رو دوباره روشن میکنن، حداقل ها در چارچوب اون که تونستن قرنطینه رو هفته ها اجرا بکنن، این بیماری رو، این ویروس رو کنترل بکنن، میلیون ها و ده ها میلیون تست رو در اختیار داشته باشن و شرایط پزشکی آماده باشه که اگه جای دیدن دنبال و و و و, و آرام آرام و کنترل شده جلو برن، نه اون چیزی که در ایران، در کشور خودمون هرج و مرجی که هیچ کدوم رو اجرا نکردن، هیچ وقت قرنطینه اجرا نشده و همه هم هشدار میدن که ده ها هزار نفر ممکنه که تلف بشن و قربانی بشن. در این شرایط رژیم از روز اول تلاش کرده. الان تلویزیون که باز میکنیم واقعا مسخره است، یعنی از صبح تا شب تلویزیون های جمهوری اسلامی، کانال های مختلف دارن فجایعی که در غربه، نمیدونم مشکلاتی که در غربه، همه اینا رو دارن نشون میدن که پت و پهن بکنن قضیه رو، بگن که ما مثل بقیه، که نفرت مردم کم بکنن، مسئولیت خودشونو کم بکنن. این کارزاری هم که راه انداختن که آقا
تحریم ها رو بعد برداری دونم اینها آمریکا نمیگذاره و تمام اینها برای اینکه باز هم مسئولیت خودشون رو در غارت مردم در ویران کردن اقتصاد کشور و اینکه الان هم حاضر نیستن دست تو جیبشون بکنن این رو پنهان بکنن. ولی مهم اینه که اینها مردم رو نتونسته فریب بده، نمیفریب نمیده، مردم دشمن خودشون میشناسن. توی این فضا، توی این فضایی که کرونا باعث افزایش نفرت مردم از نظام شده، این جناها به جان هم افتادن. جالب اینه که الان روزنامه های متعددی در ایران، روزنامه های حکومتی مثل جمهوری اسلامی، چند تا از وکلای به اصطلاح مجلس که وکیل نیستن، که نماینده های مجلس، رسما اومدن گفتن که آقا در این شرایط باید ستاد اجرایی فرمان امام که مال خامنه ایه، یعنی به اصطلاح شبکه اقتصادی وابسته به خامنه ایه، باند خامنه ایه، گفتن باید ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان و اینها بیان دست تو جیبشون بکنن، پول مردم رو بدن، خرج مردم بکنن. این خیلی حرفه. تو این فضا اون جناح هم اومده مسئله فساد دولت روحانی رو مطرح کرده که گفته آقا نزدیک به 5 میلیارد گم شده در بودجه‌ای که اختصاص داده شده برای واردات مثلا نیست، که حالا روحانی انکار میکنه. ولی این جنگ و دعوایی که اینا میکنن نشان، به اعتقاد من نشان از دو چیز داره. یکی اینه که انقدر بحران جدیه در مملکت، یعنی واقعا حکومت وضعیتش لرزانه، که این اختلافات اینا که همیشه سعی میکنن حتی در شرایط بحرانی این اختلافات رو به حد اقل برسونن، الان در بالاترین سطح رفته. رئیسی گفته ما این فساد در دولت روحانی رو میخوام به اصطلاح پیگیری قضایی بکنیم، از اون طرف اینا میان نوک حمله رو بردن به ستاد اجرایی فرمان ما. این میداند اختلافات نشون میده از شکنندگی حکومت، افزایش این تضادها ناشی از اینه. دومش هم اینه که اتفاقا اینها میخوان نفرت مردم رو، یعنی هر جنایی هول بده به طرف جنای دیگه، و این نشون میده که مردم فریب نمیخورن. ببینید شرم‌آور اینجاست، شرم‌آور اینجاست که میخوان 1,000,000 تومان به هر خانواده مثلا بدن یا هر نفر، که میشه حدود کمتر از $70 با پول رسمی. این هم وامه، یعنی میخوان از پول مردم بگیرن. شما نگاه کنید، همین پریروز من نگاه میکردم، دیگه راه دوری که نیستش، که نشتو جشن میلاد امام 12 در حرم حضرت زینب، در دیرالزور، در البو کمال و چند نقطه سوریه، لشکر فاطمیان صدها نفر در هر کدوم از اینا جمع شده بودن. پول اینا رو کی میده؟ به گفته خود جمهوری اسلامی، گزارش که پارسال با هم دیدیم، مخارج جنگ سوریه تو میگه دیگه، بین $500 تا $600 به هر کدوم اینا در ماه میدن، که با احتساب این که اعتراف خود حکومت که 18,000 نیرو داره فاطمیون، یه چیزی میشه حدود سالانه $140 تا $150 میلیون. به اعتراف خود فتاح رئیس بنیاد مستضعفان که 2 هفته پیش دیدیم، میگه وقتی که در اوج تحریما پول نداشت سپاه قدس حقوق اینا رو بده، اومدن بنیاد مستضعفان گرفتن، یعنی قاسم سلیمانی رو پیش فتاح، دست به دامن اون شد. ماهی چقدر؟ ماهی $600 رو دادن متوسط به هر کدوم دادن. وقت به مردم کرونا زده که اقتصاد کاملا ویرانه $70 میخوان وام بدن. ببینید تفاوت در اینجاست. خب معلومه که در این شرایط مردم دشمن خودشون میشناسن. حالا هی تبلیغات بکنن و بگن نمیدونم ترامپ که داره مردم ایران رو به گرسنگی کشونده و نمیدونم لابی اسرائیل رو صبح تا شب دارن میگن، در داخل و در خارج، به خصوص این مزدوران فکل کرواتی جمهوری اسلامی کارشون شده صبح تا شب همین، که نمیگن چه فسادی در ایرانه، چه دزدانی در ایرانن و این پول ها کجا خرج میشه. بنابراین این نشانی از شکست و نشانی از وضعیت شکننده و بحرانی حکومته. این واقعا جدی گرفت. تشکر میکنم آقای حسن دایی هستیم همینم. آقای دایی، این بحران کرونا، این وضعیت اقتصادی و این در هم ریختگی اوضاع مملکت، این تحریکاتی که سپاه پاسداران در خلیج فارس علیه نیروهای آمریکایی میکنه، این هدفش چیه به نظر شما؟ از یک طرف اینا التماس دعا دارن که آمریکایی ها به شکلی دری باز بکنن و
اینا بتونن از شکست تحریم ها بهره بگیرن برای وضعیت موجود در ایران. از اون طرف تحریکات نظامی رو دارن ادامه میدن هم در عراق توسط نیروهای نیابتی خودشون که البته نتیجه نداده تا به حال که برد با آمریکایی ها بوده، و جمهوری اسلامی داره تا حد زیادی قافیه رو در عراق میبازه. در سوریه هم که وضعش واقعا فجیه، در یمن که اصلا دیگه لازم نیست ما اشاره به اوضاع اونجا بکنیم. آقای دایی چرا؟ عرض کنم که به اعتقاد من چند تا دلیل داره. یه دلیلش مربوط به کروناست، به بعد از کروناست. یه دلیلش هم دلیلی که قبل از اون بوده الان باید ادامه بده. و گاهی اوقات میبینید که اینها با هم تضاد داره، یعنی گاهی اوقات اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه دلایلی که برای اون اقدام داره با دیگر اقداماتش نمیخونه. مثلا همین داستانه که همدیگر لو میدن که 5 میلیارد گم شده، فساد در حکومت هست، بعد میرن تقاضا میکنن از صندوق جهانی پول برای 5 میلیارد وام، یا اینکه تحریم‌های آمریکا مثلا باعث بدبختی مردم ایران شده. خب مردم فساد رو که میبینن تمام تبلیغات از بین میره دیگه. خب چرا این کار میکنن در خلیج فارس؟ یکیش که قبل از کرونا هم بود و اونم مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی چون ورشکسته است و این تحریم ها ادامه داره، جمهوری اسلامی سیاستی رو پیش میبره که فشار با آمریکا و متحدانش در منطقه رو افزایش بده، حالا برای اینکه شکاف بندازه در تحریم ها، فشار بیاره با آقای ترامپ در مذاکرات با آقای ترامپ یا رئیس جمهور بعدی، یا در هر شرایطی بتونه با این فشارها باعث بشه که تحریم ها رو بشکنه یا شکاف بندازه در داخل تحریما. خب اهرمایی هم که داره، یکی تنش‌های منطقه‌ایه، حمله به پایگاه‌های آمریکا، حمله به متحدین آمریکا، همین کاری که در خلیج فارس میکنه، و به خصوص بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی آمریکا یه مقدار احتیاط میکنه در پاسخ. جمهوری اسلامی چند تا پایگاه آمریکا رو مجددا زده، 3 آمریکایی کشته شدن و این اقدامات رو افزایش داده، اقدامی آقای ترامپ نکرده. اینا به نظر من بخشش هم تسته، میخوام ببینم تا کجا میتونن برن، ولی این تنش‌ها رو افزایش خواهند داد. تا قبل از جنگ، یعنی جمهوری اسلامی تمام اینها رو تا قبل از جنگ افزایش خواهد داد. بنابراین این یکی از نیازهاشونه. البته تو این چارچوب افزایش باجگیری به اصطلاح هسته‌ای، یعنی افزایش به اصطلاح فعالیت‌های هسته‌ای در ماه‌های آینده هم باید انتظار داشت، یکم لابی که در آمریکا می‌کنن. با همه ممکنه جور در نیاد، یعنی این کارهایی که در خلیج فارس میکنن، اذیت آزاری که کردن علیه کشتی آمریکایی و به اصطلاح این نمایشات مسخره، خب این حالت تهاجمی داشتن، با اینکه خودشون قربانی آمریکا جبه بدن و در آمریکا بخوان افکار عمومی تحت تاثیر قرار بدن برای تحریم‌ها، با هم نمیخونه، با هم متضاده. این یکی از دلایلی که انجام بده. دلیل دومش مربوط به بعد از کروناست. ببینید جمهوری اسلامی بالاخره تو این چند مدتی که این فاجعه شده، راه کرد مقابله با این مسئله چی بوده؟ دغدغه اصلیش حفظ امنیته، امنیت نظامه. برای همین میبینیم یه با نمایشات مسخره‌ای که بسیج و سپاه میکنه و سوار موتور میشن و ماشین میشن، همین تو خیابون میخواد حضور خودش نشون بده. سرکوب هم افزایش داده. دیدید که این هموطن کرد رو که فرار کرده بود از زندان سقز گرفتن، 24 ساعته اعدامش کردن. سرکوب و قدرت نمایی یکی از به اصطلاح نیازهای اصلی حکومت در این شرایطه، هم برای ترساندن مردم، چون بالاخره در این شرایط فاجعه اقتصادی که در کشور هست، فاجعه مرگ و میری که در کشور هست، ممکنه شورش بشه. رژیم باید حضور نظامی داشته باشه و باید مردم رو بترسونه، باید قدرت نمایی کنه. این کار که در خلیج فارس میکنه بخشش قدرت نمایی برای ترساندن مردمه. اصلا کلن فعالیت های منطقه جمهوری اسلامی یکی از دلایلش همین قدرت نمایی و ترساندن مردمه. دوم روحیه دادن به نیروهای خودشه در داخل کشور و در منطقه به خصوص. خب بالاخره این نیروهای خودش هم در این شرایط ورشکستگی اقتصادی که هستش، در این شرایط که نیروهای خودش هم نفرت مردم از نظام رو میبینن، وضعیت شکننده رو میبینن، با این قدرت نمایی های توخالی که میره دور کشتی آمریکایی، این کارهایی که میکنن، میخوان چیکار کنن؟ ابراز وجود بکنن، مرد نیروهای خودشون رو قوت قلب بدن که فشل نشن، وانرن.
بنابراین به نظر من این یکی نیاز کلیه که باید میکردن برای مقابل تحریم ها، یکم در شرایط کرونا برای ترساندن مردم و روحیه دادن به نیروهای خودی. و من پیش فکر میکنم این رو افزایش خواهند داد در ماه آینده و بیشترش خواهند کرد. تشکر میکنم. داریم با آقای دایی صحبت میکنم. آجی از آیات اعظام و مراجع تقلید و اینها در این دوره کرونا هیچ خبری نبوده؟ هیچ کس آسیری بالا نزده به مدد مردم بره دست بکنه زیر تشک از اون میلیارد ها پولی که بابت خمس و زکات از مردم گرفتن در زمینه مبارزه با کرونا بذل و بخششی بکنه؟ کجا هستن آیات اعظام؟ اونا که هر روز بیانیه میدادن، اعلامیه میدادن، خبری داری شما؟ عرض کنم آقایش، نکته مهمیه که بالاخره موقعی که روحانیت در حکومت نبود، یه هر مرجع تقلیدی، هر روحانی بزرگی یه سری هوادار داشت تو بازار و جاهای مختلف و خمسی، زکاتی، سهم امامی چیزی میگرفتن، خرج شهریه میدادن، یه نفوذی هم داشتن، یه مشروعیتی در میون اون اخشار حامی خودشون داشتن. بالاخره وقتی که اومدن حکومت رو گرفتن، اولا خب دستشون به خون آلوده شد. ولی اتفاق مهمی که در مورد روحانیت ما باید ببینیم اینه که بحث مهمیه، بحث در مورد روحانیت هم واقعا نشده، باید این رو کرد. اتفاقی که افتاد این بود که بعد از که حالا خود خمینی که اومد، روحانیونی که مخالف خودش بودن رو گرفت و کشت و تبعید کرد و دادگاه ویژه روحانیت گذاشت و مراجع تقلید مخالف خودش رو منزوی کرد، طرفداران خودش رو بالا آورد، خامنه ای شد رهبر، یعنی از دهه دوم حکومت جمهوری اسلامی، این اومد یه تحول بنیادین در حوزه ها داد، شورای مدیریت حوزه رو درست کرد، اصلا این نحوه حقوق دادن به طلاب رو تغییر داد، بیمه براشون درست که همه رو حکومتی کرد. الان 6-7 مرجعی که به اصطلاح حوزه کار میکنن، مرجع تقلید، مکارم و صافی و نوری و اینا حکومتی هست، اینا همهشون دست خامنه ایه. در بین مردم هم نفوذشون اینها به شدت کاسته شده و بنابراین قدرت نفوذی ندارن که بخوان استفاده بکنن. ولی جالب اینه که حتی به صورت سوری هم نمیان در این وسط به اصطلاح درخواست کمک بکنن از مردم. واقعش اینه که کاری که خود حکومت با روحانیت کرد، روحانیت رو کشت، روحانیت رو بین برد. البته همچی چیز بدی هم نیست، یعنی منظورم اینه که اینو بی اعتبار کردن. مشروعیتی که داشتن اینها سالیان سال از زمان صفوی تا کنون که اینها جا خوش کرده بودند، حالا بالا پایین هایی که داشته اینها، ولی اینها هم دستشون به خون آلوده شد و هم کل دستگاه روحانیت حکومتی شد، همه چیش دولتی شده. نگاه مردم هم به اینها نگاه دولتیه، نگاه حکومتیه، بنابراین اعتبار و نفوذ ندارن که جای خوشوقتی داره، ولی از بیمسئولیتی و همدستی اینها در جنایات کم نمیکنه. هر اقدامی شده، فلان شیخی رو در عربستان نمیدونم مثلا اعدام کردن، در بحرین اعدام کردن، فلان طوری که شده، یکی یکی این آیات اعظام قلابی رو میکشن به تلویزیون که بیان موضع بگیرن و حرف بزنن، ولی به بدبختی مردم و مسئولیت نظام که میرسه همه ساکت میشن. اینو مقایسه کنید با اطلاع سیستانی. من البته کلا در دخالت روحانی و در دولت و اینها مخالفم، ولی به هر صورت اطلاع سیستانی درخواست کرده، درخواست کمک کرده، دستوراتی داده و در جهت مردم کاملا ایستاده در عراق که خودش مهم قابل مقایسه است. ولی به طور کلی این جای خوشبختی داره آقای مهبودی عزیز که روحانیت، حضور روحانیت در صحنه اجتماعی، یعنی در نفوذش در میان مردم ایران کاسته شده به حد اقل تاریخی خودش رسیده و این رو باید به فال نگیره. و من تردید ندارم که بعد از کرونا، همین که ما بحث میکنیم دنیای جدیده، خب خیلی از این توهماتی هم که بوده از بین میره و از بین خواهد رفت. تشکر میکنم آقای دایی عزیز. همینانم اگه اجازه بدید از
زودتر از بازار آگهی عبور کنیم و برگردیم در خدمت آقای دایی باشیم. پرسش های دیگری داریم که با ایشون در میان میگذاریم. برنامه از خانه داره برای شما اجرا میشه، خانه نشینی رو خواهش میکنم که ترک نکنید، خانه نشینی باید ادامه پیدا بکنه. در کالیفرنیا خوشبختانه شماره تلفات به نصف رسیده، خودش خیلی مهمه، ناشی از خانه نشینی مردم، حفظ فاصله گیری فیزیکی است نه فاصله گیری اجتماعی. فاصله گیری اجتماعی تصادفا کمتر شده، خیلی خیلی کمتر شده. و یک نکته خیلی مهمتر اینه که بسیاری از بیزنس های ایرانی رفتن آنلاین دیجیتال شدن، خودش خبر خوبیه. یعنی میدونن بعد از گذر از این دوران ما عملا وارد یک فصل دیگری میشیم از زندگی. کافیست دیشب تصمیم بحث میکردم به یکی از دوستان، میگم ممکنه که آمریکایی ها از این عادات اقتصادی خودشون دست بردارن. من میگم اینطوری بزرگ گفتم برو خیابان سوم، خیابان سوم یکی از مهمترین مراکز تجاری و توریستی و گردشگری این شهر در سانامونیکا. در این خیابان فروشگاه های وجود داره، فروشگاه های فوق العاده، همه برند های خیلی مهم. و همیشه انبوه جمعیت رو در این خیابان میدید که الان البته از انبوه جمعیت خبری نیست، تک و توک آدم ها رد میشن، ولی بسیاری از مغازه ها تخلیه شدن. در گذشته اگر یک کاسبی، یک تاجری میخواست در اینجا محلی رو اجاره کنه، باید سالها توی صف میایستاد، سالها تا یه نفر خالی بکنی میتونه جاش رو پر بکنه. امروز اغلب مغازه ها دارن تعطیل شدن یا دارن تعطیل میشن، اعلام شده دارن تعطیل میشن، یعنی همه دارن خودشون رو وفق میدن با شرایط جدید. اغلب هم میرن دنیای مجازی و اغلب آنلاین دارن راهاش رو پیدا میکنن و دیگه نیازی به گذشته نیست. شمار زیادی از فروشگاه خیلی بزرگ مثل میسیز از شعبات خودشون کم کردن، شمار زیادی از کارمندان خودشون رو به خانه فرستادن. اینا همه نشانه تغییره، اینا نشانه تغییره. یعنی حتی من دوره کرونا رو رد بکنیم دیگه به دوره گذشته بر نمیگردیم، دوره جدیدی شروع میشه، دوره تازه شروع میشه، خودمون رو برای ورود به دوره جدید آماده بکنیم. فرماندار کالیفرنیا برای سخنی میگه دیگه از اون رستوران های شلو خبری نخواهد بود حتی بعد از کرونا. یا امروز دیدم که توصیه شده از سوی هاروارد بر پایه تحقیقات که صورت دادن تا سال 2022 یعنی تا دو سال دیگه ما بوس دادن افراد به یکدیگر یا در آغوش هم گرفتن باید ترک بشه در بین ما باید ترک بشه. برمیگردیم و برنامه رو با آقای دایی عزیز پی میگیریم. سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. به نمایندگی از طرف جمشید نبوی، وارد کننده بهترین مبلمان ایتالیایی، موعد پسح را به عموم یهودیان جهان به ویژه هموطنان عزیز یهودی صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم. با آرزوی موفقیت و شادکامی برای همه هموطنان محترم. برای سفارش پکیج بالا بردن سیستم دفاعی بدن و جلوگیری از ویروس کرونا با دکتر میترا زکریایی 415 450 5044 تماس بگیرید.
یادآوری می شود که مشاوره در مورد هر ناراحتی رایگان می باشد. به مرسدس بنز آنهایم خوش آمدید. من سامیا کاشانی هستم. من راکسی فرزاد هستم. در مرسدس بنز آنهایم. اتومبیل شما نشان دهنده زیبایی، پرستیژ و قدرت شماست. اگر خواستار یه SUV زیبا، جادار، سیف، با کیفیت و کم مصرف هستین، من بهتون مرسدس بنز رو پیشنهاد می‌کنم. ما در مرسدس بنز آنهایم برای شما بهترین ها رو در کمترین زمان فراهم می‌کنیم. کافیست با ما تماس بگیرید. 855-460-6400 855-460-6400 مرسدس بنز آنهایم. با سلام، من مجید جانبین، مؤسس شرکت فرادایز نرسری، خوشحالم که به عنوان نخستین شرکت تولید کننده درختان میوه و گلهای ایرانی سالهاست که با افتخار در خدمت شما هستم. پارادایز لندسکپینگ با مسئولیت مهندس آرشیتکت اشکان جهانبین همراه با کادری مجرب در ارائه کلیه خدمات محبت سازی بمانند طرح‌های ایرانی، اروپایی، گلها و گیاهان کم آب و دریافت کلیه مجوزهای لازم، نظارت و اجرای مستقیم در تمامی مراحل طرح‌ها در خدمت شماست. مشاوره در رفع مشکلات باغچه و اجرای باغ‌های میوه از کارهای دیگر پارادایز لندسکپینگ میباشد. آدرس 10943 دیستو در شهر چاتسورد، تلفن 818-701-5656 و در روی اینترنت www.paradiselandscaping.com. افتخار ما اعتماد و رضایت شماست. تصادف، پیاده یا سواره؟ لس آنجلس تا ایواین، از ساکرامنتو تا لاس وگاس، گروه وکلای هیدریلا مدافع شماست. 818-818-0707 hideri-law-group.com. عرض ادب مجدد به شما امیران عزیز ارجمندم. برنامه ویژه ما رو میبینید، دورکاری میکنیم از محیط خانه با آقای دایی عزیز هستیم. آقای دایی هم میدونم که در منزل، ایشون هم دورکاری میکنن. آقای دایی مجدد درود بر شما. آقای دایی، آقای پومپو دایما تاکید میکنه که جمهوری اسلامی به حد کافی پول داره، مردم رو غارت کرده، از این پول میتونه استفاده بکنه برای جنگ با کرونا. این پولا کجاست؟ مثلا وقتی ما میگیم که جمهوری اسلامی مقدار زیادی پول داره، ارز داره نزد چینی ها یا کره ها یا حتی در ژاپن و برخی کشورهای دیگه، آیا به اینا دسترسی داره یا نداره؟ بفرمایید. عرض کنم که پول زیادی در خارج کشور نیست، یعنی بعد از که برجام مثلا امضا شد، خب صحبت این بود که اصلا هیچ وقت هم رقم ندادن که بین 100 تا 150 میلیارد دلار پولهای جمهوری اسلامی در خارج بود، که بعد معلوم شد خیلی از اینها رو از طریق پولشویی برده بودن و خرج کرده بودن، تموش دور رفته بود، چیز زیادیش نمیدون. الان نه، صحبت اینه که مثلا صحبت میکنن از نفت هایی که فروختن در زمانی که هنوز به سر معافیت ها برداشته نشده بود، یه چیزی مثلا صحبت میشه بین 15 تا 20 بار در چین و هند و کره و اینجاها ممکنه پول بلوکه شده باشه، رقم دقیق نیست. برای آوردن اونها هم بسیار مشکل دارن و بانک ها هیچ کدوم رو نخواهند کرد. اون سیستم های پولشویی هم خیلی های سوخته، کسی حاضر نیست بهای سنگین بده. ترکیه هم الان اینقدر گرفتاره که حاضر نیست تو این وضعیتی که در سوریه داره و اقتصاد ترکیه به شدت ضربه خواهد خورد، تو این شرایط بیاد مثلا خودشو شریک جمهوری اسلامی بکنه و ضربه بخوره. بنابراین از نظر خارج وضعشون خرابه. حالا دو تا مسئله هست، یکی این که
الان بحث میشه که آقا تا با حال چقدر اینا چه خرجایی کردن. مثلا تو این 40 سال گذشته آمار ارقام مختلفی میاد، گزارشات مختلفی که همه هم درسته، چقدر تا خرج سوریه کردن، چقدر هسته ای کردن، چقدر برای حزب الله دادن، تا چه کارا کردن تو آمریکای لاتین، چیکار کردن، همه اینا درسته. ولی آن دارن اینا چیکار میکنن الان؟ مثلا آیا اینا به حزب الله لبنان کمکون کمک میکنن؟ 100% برای اینا حزب الله بسیار مهمه. مخارج یه سری از گروه های نیابتیشون رو در سوریه و یمن و برخی از جاهای دیگه میدن، هنوز دارن میدن. شبکه رادیو تلویزیون که در سراسر منطقه دارن، این جامعه المصطفی که در سراسر دنیا تشکیلات داره. همین چند روز پیش نگاه کردم در نمون 8 حوزه علمیه هندوستان وابسته به جامعه المصطفی مثلا امتحانات پایان سال بوده. خوشحال بکنید 8 حوزه فقط، حالا مدارس اینا بماند، هزاران نفر اینا طلبه دارن. خب این خرجه رو که میکنه دستش هم طبیعیه که بسته شده. یکیش اینه که این خرجه رو باید کم بکنه، پس پول داره داره خرج میکنه. ولی مهمش اینه که بالاخره هر کشوری یه بنیه اقتصادی در داخل داره، یه سری سرمایه ها داره. الان اومد شستا رو، یعنی شرکت سرمایه گذاری اجتماعی رو که بیشتر صندوق بازنشستگی مال تامین اجتماعی، مال کارگراست، مال کارمنداست، مال بیمه شده هاست، اینو گشتن بر این که در بورس به صورت سهامش رو 10% فکر کنم بفروشن، یعنی حراج کنن بدن بره. کسی مال دولت نیست اینو. در صورتی که اون گزارشی که سال گذشته مثلا دیدیم با هم در مورد ستاد اجرایی فرمان امام، ستاد اجرایی فرمان امام با پولایی که داخل و خارج داره نزدیک به این دیگه اغراق نیست. آمار ارقامی که خیلیش هست، یعنی زمینایی که داره، شرکتایی که داره، نزدیک به 200 میلیارد دلار سرمایه. خب این وقتی که میخوان 70 دلار وام بدن با 12% بهره، اونش دیگه با مزه تر از همه است. بنابراین این پولا اینجاست، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، شرکت‌های پید تو در تو و قولاسایی که وابسته به سپاه و بسیج هستن، تمام اینها سرمایه‌های کلانی دارن. واقعش اینه که اصلا من و شما و مردم ایران ما کاری به دعوای آمریکا با جمهوری اسلامی هم نداریم، گرچه این دعوا به زندگی ما ربط داره، گرچه ما هم در حرفایی که آمریکا میزنه حرفای کاملا درستیه، ولی اصلا از اون موزه نیام بچینیم. ما الان مردم ایران میگیم باشه، اول از همه اگه بخواد واقعا کمچکار نخواهد کرد. بارها صحبت کردیم که در گذشتم هر جا جمهوری اسلامی گیر کرده نیامده دست تو جیب مافیاها بکنه، که نیامده که برنامه های منطقه‌ای و هسته‌ایش رو تعطیل بکنه، که دست تو جیب مردم کرده. مگه ندیدیم چند ماه پیش اومد یک شبه بنزین رو 3 برابر کرد، یعنی دست تو جیب مردم کرد، هیچ برنامه منطقی هستش هم تغییر نداد. الانم حاضر نیست، وگرنه اگه بخواد بکنه فرمول خیلی ساده است. بیاد همین الان اعلام کنه که آقا من مثلا فاطمیون و زینبیون و یه سری از این گروه های عراقی که مزبگیر جمهوری اسلامی هستن و دخالت در یمن رو تعطیل میکنم. این خودش در ماهانه 10 میلیون دلار به جمهوری اسلامی پول برای دخلی ها جمهوری اسلامی قرار میده، یعنی پولی که داره اونجا خرج میکنه، حزب الله لبنان و کارهای دیگه که در سراسر جهان میکنه. دومی که ستاد اجرایی فرمان و سپاه قدس و وزارت اطلاعات، این نهادهایی که در خارج از کشور سرمایه دارن، در خیلی از جاها سرمایه گذاری دارن، در برخی از جزایر کارائیب، در گرجستان، اینجا ستاد اجرایی فرمان امام زمین و مستغلات داره. خب بیان همه اینا رو بفروشن، بگن ما همه اینا رو میخوام بفروشیم در اختیار مردم بذاریم. دوم در داخل بگن آقا تمام شرکت های که پول میشه کرد، تمام ساختمون ها، تمام مؤسساتی که وابسته به همین مافیا هاست، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، نمیدونم ستاد آستان قدس رضوی، آستان قدس قم، غیره، بیان تمام اینا رو واگذار کنن. بابا آستان قدس و آستان رضوی من فکر کنم از واتیکانم پولدارتر باشم، یعنی میزان اوقافی که، یعنی موقوفه هایی که اینها دارن، کارخونه هایی که در دست ایناست، اصلا بی همتاست.
بیان اینها رو بخشی واگذار بکنن یا بگن آقا ما تمام درآمدای اینا رو در اختیار مردم قرار میدیم. این کار که نمیکنن که، اینا میخوان با سرکوب و از دست تو جیب مردم کردن حکومت رو ادامه بدن که بعدن خودشون تو دعوای حکومتی هم دست بالا رو داشته باشن، بیشتر غارت بکنن. اینا یک مش ببینید، ما اگر از اینجا شروع کنیم که یک بار، دو بار، سه بار، صد بار، هزار بار در این 40 ساله دیدیم، برامون ثابت شده. اینا دیگه شعارهای تلویزیونی و نمیدونم تحلیل و اینا نیست. اینها دزدن، اینا غارتگرن، از سرمایه‌های مردم ایران میلیارد میلیارد میدزدن. حالا اون بخش از سرمایه‌هایی که نابود میکنن ضمن دزدی، چون دزد معمولی نیستن که، اینا مثل یه گرازی میمونن، یه فیلی میمونن که اومده توی فروشگاه کریستال، همه رو داره نابود میکنه. یعنی تمام دارن سرمایه های مملکت، ذخایر زیرزمینی و روزمینی مملکت رو دارن به طور وحشیانهی غارت میکنن که به میره. اینو ما بارها دیدیم. بنابراین اینها نخواهن که، این کار رو نمی کنن. الان نگاه بکنید آخه، بینید شرم‌آور نیست همین امروز سخنرانی که روحانی کرده که مردم باید برگردن سر کار، چون ما با تحریم ها داریم می جنگیم. مسئله فقط کرونا نیست، یعنی مردم برگردن کرونا بگیرن، یعنی قربانی بشن. 70 دلار تازه آزا اومدن، یکیشون گفته که اون 12% بهره ای که میخوای بگیری، این مثلا یعنی پول مردم بخواد به مردم بده بهره میگیره. شما تصور بکنید این حکومت رو. بنابراین اینها یک مش فاسد و دزد جنایتکارن. اینها واقعش اینه که این برای ما این کرونا ثابت کرد. ببینید بارها این بحث شده، همه میگن در دنیا میگن بحران ها و شرایط دشواری که پیش میاد در همه جای دنیا، اینها به ندرت باعث میشن که حکومت ها رفتار خودشون رو یا حاکمان رفتار خودشون رو تغییر بدن. ماهیت اینها رو بیشتر بارز میکنه، آشکار میکنه، تشدید میکنه. تو جمهوری اسلامی باعث تغییر رفتار نشده که، اون ماهیت غارتگری، دروغگویی، جنایتکاری این حکومت رو دیدیم در این مدت فاجعه کرونا بارزتر کرده، در معرض قضاوت مردم ایران و جهان قرار داده. به نظر تشکر. این که پاره وقتا ما میگیم که کاری که اینا کردن اجنبی هرگز نکرد، کافیست به این سخن اوکتای گوش بکنیم، پسر چنگیز خان مغول، پسر چنگیز خان که روزی دستور داد، چون شنیده بود قحطی آمده وضع مردم بده، دستور داد در خزانه رو باز بکنن، هر کس بیاد به اندازه نیازش از سند خزانه پول برداشت بکن. همه هم آمد، اغلب کسانی در اطرافش بودن بهش خوشتار میدن. آقا میگه میشه آخه درباری با این قدرت و عظمت که دنیا داره اداره میکنه بدون پول در خزانه؟ گفت ثروت واقعی توی قلب مردم، ثروت واقعی هر حکومت. این سخن اوکتایه، سخن اوکتای. ببین روحانیت امروز چه کرد؟ توی کتاب آثار البلاد و اخبار العباد آمده، کتاب بوده 800 سال پیش، در همین طالقان در ایران یک شیعه متعرض میشه به یک روحانی. یعنی مقام روحانی اینقدر مهم بوده، ساحت قدسی داشته به اصطلاح. دستور میاد از سوی پادشاه که تمام شیعیان رو، پیشانی تمام شیعیان رو داغ بکن. یعنی من کسی به تو تعرض بکنه؟ امروز میگن توی اتوبوس، توی خیابون، تو پیاده رو، تو تاکسی، تو مترو، فریاد مردم از دست روحانیت به آسمان، فحش میدن، دشنام میدن، نفرین میکنن. بی سابقه است در تاریخ تشیع، بی سابقه است در تاریخ مذاهب، بی سابقه است در تاریخ مذاهب. آیدایی بفهم. عرض کنم که امروز توییتی دیدم، چون امروز روز جهانی صداست، آواز دیگه، حالا در دنیا روزهایی هست که برای احترام به این هنر، به صدا و آواز و این هنر به صدا آوازخوانی، این روز رو نامگذاری کردن. دیدم که عده‌ای در ایران نشوندن که روز صدا و آواز رو به مداحان
و روحانیونی که منبر میرن تبریک میگه، که اینا با صدای خوششون اصلا، یعنی شما تصور بفرمایید در یه مملکتی که هنر به حاشیه بره، یه کسی مثل استاد شجریان که یکی از سرمایه‌های تاریخی مملکته، این رو اجازه پخش خیلی از آثارشون ندن، اجازه کنسرت نداشته بشه، اینو منزوی کنن، بعد بیان تبریک بگن به مددهان و روزخانان. خب ما توی همچین مملکتی هستیم، یعنی واقعش اینه. ولی در دنباله همون صحبتی که پول از کجا بیارن، اگر اینا راست میگن، در صورت که مردم اینو خوب میفهمن که اینطور نیست، اینا خودشون غارتگر و دزدن، اگه مسئله تحریم هاست، بیاد امروز اعلام بکنه حکومت یا کنفرانس مطبوعاتی بزنن روحانی و دیگر مسئولین جمهوری اسلامی، بگن آقا ما این 3-4 هزار سانتریفیوژ در بوداغانی که در فردو و جای دیگه هست میکنیم، جمع میکنیم، در اختیار آژانس هسته‌ای قرار میدیم، عراق رو تعطیل میکنیم، آب سنگین عراق رو، همه برنامه های هسته‌ای غیر صلح‌آمیز، یعنی صلح‌آمیز که فقط بوشهره که سوختش هم روسی میده، چیز دیگری ندارن که بقیهش که صلح‌آمیز نشه، که ما همه رو جمع میکنیم، دخالت های منطقه ایم رو تعطیل میکنیم، حمایت خودمون از حوثی های یمن و فاطمیون و کوفت و زهرمار همه رو تعطیل میکنیم و خواهان مذاکره جدی با آمریکا و جامعه بین‌المللی برای رفع تحریم ها هستیم، سیستم بانکی خودمون رو پاکیزه میکنیم که اجازه میدیم نهادهای بین‌المللی نظارت بکنن به سیستم بانکی، که ما هیچ پولی کمکی به تروریسم بین‌المللی و قاچاق مواد مخدر در جهان نکنیم. بیاد یه لیستی تهیه بکنم، خیلی راحت هم هست، چیز مشکلی نیست، کافیه به تحریم ها نگاه بکنم ببینم دلایل تحریم ها چیه، همون هست دیگه، بگن آقا ما اینا رو تحریم کنیم، خواهان مذاکره فوری هستیم، خواهان دید که خیلی ممکنه درها برایشون باز بشه. ولی اینها که اهل این حرفا نیستن، که اینا میخوان از جیب مردم خرج کنن، اینا میخوان با سرکوب حکومتشون ادامه بدن، عربده کشی جلوی آمریکا و اونم قایقشون بره مانوف بده و به پایگاه آمریکا حمله کنن و حوثی های یمن 6 تا موشک به عربستان بزنن، اینا میخوان به این ترتیب به حکومت خودشون ادامه بدن. ولی اگر قبل از کرونا دیدیم که چه وضعیتی حکومت داشت، چه وضعیت رو به سقوطی داشت، حرفی که خودشون میزدن، طبیعی فکر بکنیم که این فاجعه کرونا بر سر اونها چه خواهد بود. بالاخره وقتی که فاجعه کرونا که وارد یه بدن میشه، یه بدنی که 10 تا بیماری داره، خب آسیب پذیرتره. کرونا که باعث نمیشه که منی که مثلا مشکل کلیه یا قلب دارم اینا خوب بشن، یه باره که همچین چیز اتفاق نخواهد افتاد، که آسیب پذیرترم. بنابراین جمهوری اسلامی اگر قبل از کرونا درس نگرفته، این فاجعه کرونا بهش درس بزرگی خواهد داد، من فکر میکنم. آقای دایی عزیز، بریم مسئله سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا. اینا هر چقدر پیغام پسخام فرستادن، کشورها رو واسطه کردن، عواملشون در همین ایالات متحده آمریکا فعال شدن برای اینکه بس که دل آمریکایی ها رو به دست بیارند و آمریکا این قفل دیپلماسی با جمهوری اسلامی رو باز بکنه، توفیقی پیدا نکردن، برعکس آمریکایی ها جدیتر هم شدن. کافیست به سخنان خانم اورتگاستون تو همین 3-4 ماه اخیر گوش بکنیم، هر بار سخت‌تر از دفعه قبل که سخنگوی وزارت خارجه است، یا آقای براین هوک که بیشتر وقتی حرفا رو گوش میکنیم فکر می‌کنیم رهبر اپوزیسیون داره در مورد جمهوری اسلامی سخن میگه، یا آقای مارک پومپو آخری سخنانش درباره همین دزدی‌های جمهوری اسلامی است و اینکه دست در جیب بکنید و به مدد مردم بشه تابید. شما مشکلی ندارید از نظر مالی، چرا مردم رو در این فقر و استیصال به حال خودشون رها کردن؟ اون چی که به نظر میرسه اینه که ایالات متحده آمریکا تصمیم داره در فاز بعدی، یعنی بعد از انتخاباتی که در پیشه، احتمال ممکنه دوباره آقای دونالد ترامپ در کاخ سفید باشه، ممکنم نباشه، ولی به هر حال اگر به این ترتیب سیاست ادامه پیدا بکنه، اونا تصمیم دارن کار رو در دوره بعد یک سره بکنن، چون دیگه انتخاباتی ما بعد اون وجود نداره. میخوام ببینم که واقعا دکترین آمریکا
چیه؟ تو اینجا ما میدونیم که این دکتری مخالفت بوده با جمهوری اسلامی، گرفتن جلو جمهوری اسلامی بوده، در ادامه نفوذ در منطقه خاورمیانه کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی بوده و بعد فلج کردن جمهوری اسلامی از دیدگاه اقتصادی. عرض کنم که من فکر میکنم که قبل از کرونا خب روشن بود برای آقای ترامپ و برای آمریکا جمهوری اسلامی سیاست‌های منطقه‌ایش و تلاشش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای یک تهدید امنیتیه، یک تهدید استراتژیکه، باهاش مقابله خواهد کرد. حالا رؤسای جمهور مختلف به نوع‌های مختلفی با این تهدید مقابله کردن، همیشه هم سیاست هویج و چماق بوده، حالا برخی از رؤسای جمهور بیشتر به هویج روی آوردن، برخی ها به چماق بیشتر، یعنی تحریم های بیشتر، ولی این سیاست کلی بوده که جمهوری اسلامی وادار به تغییر رفتار بکنن که این سیاست های هسته‌ای و منطقه‌ای و حمایت از تروریسم رو پایان بده. این سیاست کلی بوده. حالا اتفاقی که افتاده اینه که بالاخره در دوران کرونا سیاست خارجی در همه کشورها به حاشیه رفت، الان کلی اصلا سیاست داخلی هم به حاشیه رفته، به خاطر اینکه این فاجعه کروناست، مسئله بیکاریه، مسائل مختلفه، الان به حاشیه رفته. حالا جمهوری اسلامی تلاشی که میکنه تأثیر بذاره روی سیاست ها، بخش مهمش از طریق افکار عمومیه که با شبکه هایی که حامیان جمهوری اسلامی در آمریکا دارن، به خصوص گروه های چپ یا گروه هایی که در سراسر آمریکا فعالیت میکنن، اینا بتونن چه با فعالیت های رسانه‌ای و غیره بتونن رو افکار عمومی تأثیر بذارن، این افکار عمومی دست دولت آمریکا رو ببنده، کاری که در پایان دوران ریاست جمهوری آقای جورج بوش کردن. ولی در شرایطی که سیاست خارجی به حاشیه رفته، کسی اهمیت نمیده، اونم برای دولت آقای ترامپ با نیتو دعوا را میندازه، با سازمان بهداشت جهانی دعوا داره، با چین دعوا داره، دیگه تو این شرایط مثلا حال جمهوری اسلامی، مسائل جمهوری اسلامی اصلا مطرح نمیشه. درست نزدیکان به جمهوری اسلامی طبق وظیفه‌ای که دارن در نیویورک تایمز و واشنگتن پست اینا مقاله می‌نویسن، ولی تأثیرش رو سیاست به حداقل رسیده، برای اینکه افکار عمومی الان متوجه مسائل نیستش، که مشکلش نیست، دغدغه‌اش نیست. دوم هم این که مثلا جمهوری اسلامی رو شکاف بین اروپا و آمریکا مثلا حساب باز می‌کنه، یه نمونهشه دیگه. الان هزار تا مسئله دیگه بین آمریکا و اروپا هست، مهمترینش همین کروناست و چه رشد اقتصادی در جهان برای ماها و سال‌های آینده، که اصلا مسئله جمهوری اسلامی میره باشه. بنابراین جمهوری اسلامی اقدامات خودش رو، یعنی اون ستایی که به نظر من هست، یکی تنش‌های منطقه، یکی باجگیری هستی، یکی لابی، رو ادامه خواهد داد، ولی تأثیر اینها کاهش پیدا خواهد کرد، مجبور اقدامات بیشتری بکنه، اقدامات به قول خودش متحورانه تری انجام بده که براش ریسک داره، مثل کاری که حمله به سفارت آمریکا در بغداد کرد که نتیجهش کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس بود. بنابراین ریسکش برای جمهوری اسلامی هم رفته بالا، ولی جمهوری اسلامی به اصطلاح چاره ای نداره و خواهد کرد. در مورد آینده این سیاست هم به نظر من ما قبلش ابهامات زیاد داشتیم که چه خواهد شد، انتخابات آمریکا چی میشه، رئیس جمهور بعدی چه خواهد کرد. ابهامات الان زیادتر هم شده، یعنی اینکه واقعا چه کسی رئیس جمهور خواهد شد، رئیس جمهور بعدی چه سیاستی خواهد کرد. من کماکان اعتقاد دارم، قبل اعتقاد عمیق داشتم و این رو همیشه تو اتفاقاتی که میافتاد سعی کردم این باور خودم رو محک بزنم، ببینم درست یا نه، اگه غلطه اصلاحش بکنم. من اعتقاد داشتم که حتی تغییر رئیس جمهور و حتی بازگشت به یک برجام نوع دیگری و برخی معافیت‌های نفتی هم دردی رو از این ورشکستگی برگشت ناپذیر اقتصادی در کشور ما و این نفرت مردم و نظام دردی از رو دوا نخواهد کرد. الان که کرونا اومده دیگه چه بدتر. بنابراین من هنوز اون باور رو دارم، علارغم ابهاماتی که وجود داره، علارغم تمام مسائلی که هست، من فکر میکنم در مجموع بحران فاجعه کرونا به ضرر کامل جمهوری اسلامیه و اون شرایط قبلش رو تشدید میکنه، و اگر جمهوری اسلامی کیسه دوخته بود
قبلا که با این فشارها بتونه معادله رو به نفع خودش تغییر بده، این احتمال بسیار بسیار بزار ضعیف‌تر خواهد شد. بنابراین ابهامات زیاده، ولی اگر معلومات شروع بکنیم، چشم‌انداز مثبتی رو واقعا من برای جمهوری اسلامی نمی‌بینم علی‌رغم همه ابهامات. آقای دایی عزیز، بریم بر سر وایس آف آمریکا. چی شد یک بار کاخ سفید این گونه آشفته شد؟ بیانیه داد علیه صدای آمریکا و دیدم یک جاهایی اعتراض دارن میکنن به کاخ سفید که این به معنای سانسور در وایس آف آمریکا، در حالی که همینان هم بالاخره وایس آف آمریکا سخنگوی دولت ایالات ما، یعنی سیاست های این مملکت رو پیش ببره، سیاست خارجی در این مملکت رو به همین لحاظ در خود آمریکا قابل پخش نیست، باید صداش در بیرون از آمریکا شنیده بشه. آیدایی بفرمایید. عرض کنم واقعش اینه که تلویزیون صدا آمریکا که بالاخره تلویزیون دولت کشور آمریکاست، باید الان قوی ترین رسانه باشه، بسیار ضعیفه. انتقادات هم بهش زیاد بوده، خیلی از این انتقادات هم کاملا درسته، بجاست، ضعف مدیریتشه، ضعف به تشکیلاتشه. دو سه تا برنامه خیلی خوب داره تلویزیون صدا آمریکا که در اینا خیلی طرفدار دارن، دو سه تا مجری خیلی خوب داره، ولی بقیهش واقعا ضعیفه. نسبت مقایسه بکنیم مثلا با بی بی سی و اینها، بسیار ضعیفه. خب این انتقادات بوده، این انتقادات ما هم به ویژه داریم که مثلا این تلویزیون صدا آمریکا بیشتر صدای مردم ایران باشه. من به هیچ وجه قبول ندارم که این تلویزیون صدا آمریکا مثلا صدای جمهوری اسلامی، بالاخره تو تلویزیونی که آقای فلاحتی برنامه داره، خانم علی نژاد برنامه داره، این حرف درست نیست. میتونیم بگیم آقا بلبشو سازماندهیش خوب نیست، ضعف مدیریت داره، برخی از برنامه‌هاش مهمونانی که در میکنه اینا نه، کیفیت برنامه‌ها پایینه، همینا میشه گفت. اما وقتی که ما انتقاد میکنیم و انتظار داریم که درستم هست، چند سال همه دارن این انتقادات رو میکنن علارغم حمایت در برنامه های خوبش، این ربطی به دولت آقای ترامپ نداره. یعنی انتقاد آقای ترامپ شوخیه، یه شوخی بیمزه است، برای اینکه بالاخره مدیریت صدای آمریکا رو کی تعیین میکنه؟ کنگره دیگه، بالاخره بودجه و اینا رو کنگره تعیین میکنه. کنگره که تا قبل از پارسال در اختیار کامل جمهوری خواهان بود، هم مجلس هم سنا. خواخه این که شوخیه که ما فکر کنیم که کاخ سفید چیکار کرده توی این 3 سال آقای ترامپ برای تغییر رفتار صدا آمریکا، چه اقداماتی کرده که مخالفت داشته؟ مثلا هیچی. تا هم حرف میزنه میگن آقا یه بخشی تو وزارت خارجه مثلا فلان. خب این بخش وزارت خارجه بخش دولت آقای ترامپ، آقای ترامپ نمیتونه اونجا رو درستش کنه؟ آخه حرفا میتونید نشان از بلبشو داخل دولت آقای ترامپه. ببینید این انتقادات وارد نیست. اگه کاری کرده بود آقای ترامپ، دولت آقای ترامپ، ما میتونیم بگیم. بنابراین این سر دعوا این که چرا اومده حرفای چین و صدا آمریکا پخش نمیدونم فلان کرده و فلان کرده، نه، بیشتر به شوخی شبیه همین. الان وزارت خارجه آمریکا داره بودجه میده، یه سری از برنامه‌ها رو درست میکنن برای صدا آمریکا. همین الان بالاخره هست دیگه. همه ضعفا درستمو میگیم، ولی ربطی به این جنجالی که آقای ترامپ راه انداخته نداره. اینو قاطی نکنیم. بعدم این که ببینید اشکالی که از اشکالات اینه، من خیلی دیدم سالیان سال خیلی از هموطنان ما در واشنگتن و جاهای دیگه از موضع مسئولانه به صدای آمریکا انتقاد دارن، درستم میگن. خیلی هاشون هم کارمندان سابق این تلویزیون بودن، انتقاداتو میگن، این انتقادات بعد شنیده. ولی وقتی که به کنگره میرن، آقای میبرزی چرا گوش نمیکنن؟ چرا گوش نمیکنن؟ چرا تغییر رفتار نمیشه؟ در اینکه وقتی به کنگره میرن، وقتی با مسئولین صحبت میکنن، میگن اوکی بیاد ببینیم راهکار شما چیه. میبینن یه عده در نمیخوام به توهین بکنم، یه عده در واشنگتنن که کیسه دوختن، تلویزیون دارن، توقع دارن که تلویزیون صدا آمریکا بشه تجول اونها، بشه بلندگوی خاص ارگان اونها، طرز تفکر خاص اونها. کنگره میترسه. آخه کنگره عرض کردم بهتون، وقتی آقای برایان هوک جلسه میذاره 50 تا ایرانی از گروهای مختلف رو دعوت میکنه، میبینه همه میان دارن از یکی دیگه بد میگن، خب نمیان
بگن آقا صدای آمریکا با همه اشتباهاتی که میکنه، ضعفی که داره، به ما چه؟ مثلا اصلا میخوان تعطیلش کنن، صحبت تعطیلشه. یک خود ایرانیان، خیلی از کسانی که انتقاد میکنه الان دو آتشی از صدای آمریکا، اینا کسانی که واقعا میخوان برای خودشون، متاسفانه اینو میخوام بگم، قصد توهین به کس ندارم، آخه یکی دو بار نیست ما در واشنگتن میبینیم کسانی هستن، کسی که تا زمان آقای اوباما 5 سال 6 سال سال 1 میلیون و نیم دلار بودجه میگرفته از دولت آقای اوباما، حالا شده مخالف دولت آقای ما، طرفدار دو آتشه آقای ترامپ. خب اینو ماها نمیبینیم، خود مسئولین که میبینن این چیزا رو، که میبینن که بابا اینا کسانی که اگه بیان همین سیستم بیکفایت صدا آمریکا رو اگه بدن دست یکی از اینا، اختلافات میشه 100 برابر. آخه با این اشکالات خودمونم ببینیم، ما ببینیم اشکالاتمون، ببینیم تو واشنگتن چه خبره. این متاسفانه هست. بنابراین من میگم واقعا درسته، انتقاد به صدا آمریکا وارده، بوده و باید این اشکالات رفع بشه. آقای ترامپ کمکاری کرده، هیچ کاری نکرده اصلا در رابطه با صدا آمریکا. چیکار کرده ایشون؟ بگه گزارش بده آقای ترامپ، بگه آقا دولت من خواسته تو این 3 سال. آخه نمیشه که ما هر چی میگیم میگن بازماندگان آقای اوباما. آخه اینم شد حرف بعد از 3 سال؟ بعد از 3 سال ایشون رئیس جمهور بوده، هر جا تونسته هر سیاستی رو خواسته پیش ببره، در قوه قضاییه، در نام سیاست خارجی، پس مثلا صدا بر نمیاد. خب بیاد بگی ببینیم چیکار کرده. برای اینم ناوارده به اعتقاد من. اما دلیلی که دلایل این به هم ریختگی هم همینه که ما ایرانی ها در انتقاد خوب بلدیم هممون، ولی برای ارائه پیشنهاد، دیدم من اینا نزدیک دیدم، وقتی با مسئولین صحبت از راه کار میشه، صحبت از راه حل میشه، اینجا کمیت ها میلنگه. این رو باید یه مقدار جبران بکنن، هموطنان نشون بدن که آقا مدارای همدیگر دارن، که اگه این تلویزیون صدا آمریکا اومدن مرجعش به هر کدوم از اینا دادن، اینو تویول شخصی و گروهی و سازمانی و طرز تفکر خاص خودش نمیکنه که دعوا بشه 100 برابر. میدونید اشکالش متاسفانه اینه. من این اشکال، این درد الان داشتم اینو نگاه میکردم، میدونم 12 سال پیش بود که نایا که از من شکایت کرد. خب الان 12 سال گذشته، شما الان میبینید دیگه آقای میبودید، لاقل تو این 12 ساله من فکر کنم از اون موقع تلو در خدمت شما بودم، بارها راجب نایاک هم 1000 بار صحبت کردیم. الان خوب شده که هموطنان راجب نایاک دیگه همه صحبت بکنن، اینش خوبه. ولی در مقابل نایاک هستن ادهی در کنگره فعالیت میکنن، سالیان سال هم فعالیت میکنن. من یادم اولین بار که برای همین نایاک رفتم کنگره، یادمه که با مسئول دفتر آقای شیرمن که نماینده کنگره از کالیفرنیا است، رفتیم تو کافتریا، دیدم یه سری از هموطنان ایرانی اون گوشه نشستن و دارن حساب کتابای کاری که امروز کردن رو میکنن. گفت اینا همیشه اینجا هستن، ادهی از هموطنان رو واقعا باید قدردانی کرد، هستن. ولی واقعا تو این سالها به غیر از انتقاد به نایاک و اینها که بوده، غیر از انتقاد، ارائه راه حل جدیدی که بیام یک صدایی باشه ایرانی، کاری کردیم ما نکردیم دیگه. برای من انتقاد هم یه حدی داره، خوبه انتقاد یه زمینه، ولی تا یه حدی داره، بعد یه کاری هم در مقابلش ارائه داد، بعد یه پیشنهادی ارائه داد، بعد نشون بدیم که توانایی مدارای همدیگر رو داریم. این رو مسئولان آمریکایی، خود من از زبان خیلی هاشون شنیدم که میگن آقا ایرانی ها وقتی میان هم فقط گله و شکایت میکنن، ما اگه بخوام چیزی رو به اینها بدیم باعث دعوا و گرفتاری خواهد شد. این هست متاسفانه، این انتقاد دوستانه که من بخصوص که هموطنان که تو واشنگتن دارم. تشکر میکنم، ممنونم. خب من ممکنه بگم بس بویس آف امریکا انتقاد داشته باشیم، ولی مبادا این وسط شأن و ارزش چند برنامه درجه یک این رسانه فراموش بشه، باید قدرشناس باشیم. شخصیت هایی هستن که برنامه عرضه میکنن که واقعا خیلی هم مورد توجه، کارشون درخشانه، عالی، خسته نباشن، نمیشه تعمیم داد. وقتی به رسانه اشاره میکنیم، تعمیم دادن نقاط ضعف به کل این رسانه به نظرم اصلا نه برحق، نه عادلانه است و نه منصفانه، مخصوصا در کار حرفه‌ای که ما انجام میدیم. آقای عزیزم خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه.
به شما روز بخیر میگم. اجازه بدید که اگر تحول خاصی رخ داد، اگر اتفاقی که حضور شما لازم بود، مزاحمتون بشیم. ممنونم. خدمتتونم. مواظب خودتون باشید. تشکر میکنم. شما هم همینطور. میرم این برمیگردیم. در دفاتر من مصریانی لا گروپ شما یک شماره در هزاران نیستید. من رادنی مصریانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی. برای پرونده های تصادفات تامل اتومبیل، اوبر، لفت، موتورسیکلت و یا عابر پیاده به ما رجوع کنید و با تجربه خیلی بهتر و نتیجه بالاتر اجازه بدیم به پرونده های شما عزیزان رسیدگی کنیم. با دفاتر ما مصریانی لا گروپ تماس بگیرید و حق کامل قانونی خود را دریافت کنید. تلفن دفاتر دکتر مصریانی 818-80-80-88. اگر اخیراً پیشنهاد دیدن یک فیلم یا سریال رو در جی الویز به شما دادن، برای اینکه به راحتی بتونید اون رو در لیست هزاران فیلم و سریال جی الویز پیدا کنید، میتونید از امکان جستجو استفاده کنید. برای این کار با استفاده از 4 جهت کنترل تلویزیون روی علامت ذره بین رفته و اوکی کنید. سپس با استفاده از کیبورد ارائه شده به کمک 4 جهت کنترل تلویزیون و فشردن دکمه اوکی بعد از هر حرف، نام کامل یا قسمتی از نام برنامه مورد نظر خودتون رو در محل مشخص بنویسید. حالا از لیست ارائه شده سریال مورد نظرتون رو پیدا کنید. یه جی الویزی هر چیزی که بخواد رو حتما پیدا میکنه. بهترین اتومبیل با مناسب ترین قیمت، چون همیشه در بختیاری اوتو گروپ. نیسان در شمال کالیفرنیا، میتسوبیشی و سوبارو در شمال و جنوب کالیفرنیا، هاندا و فورد در جنوب کالیفرنیا و افتتاح جدیدترین دیلرشیپ نیسان در 3155 ستیونز کریک بولوارد در سن حوزه. بختیاری اوتو گروپ سفر و رانندگی را برای شما با لذت و آسایش همراه خواهد کرد. www.baq5.com. بینندگان عزیز، دکتر جعفر شجره هستم در برنامه healthmedia.tv. healthmedia.tv در تلویزیون پارس دوشنبه و پنجشنبه بین ساعت 4 و 5 بعد از ظهر و 9 تا 10 شب برای شما برنامه های ویژه پزشکی خواهد داشت. مصاحبه های مختلف با پزشکان مختلف در رشته های مختلف جهان پزشکی. امیدوارم از این برنامه ها لذت ببرید. روغن هسته انگور گلچین 100% طبیعی، بدون کلسترول و مواد اضافی، بهترین انتخاب برای حفظ سلامتی شما. با روغن هسته انگور گلچین پخت و پز آشپزخانه خود را سالم و خوشمزه تر کنید. روغن هسته انگور گلچین برای سرآشپزهای خوش سلیقه. گلچین، بهترین بهترین ها. چین 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 گلچین. دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس، تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، رانندگی در حال مستی. در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس 1-800-322-94-25. به دنیای انواع تازه ترین میوه ها، سبزیجات، گوشت و مرغ و ماهی، خاربار و سایر نیازمندی های شما در کیو مارکت، مارکت خانوادگی شما، همه قیمت ها باور نکردنی است. تلفن تماس 818-345-4251 به نشانی 17-261 خیابان منوبل در شهر ولی. عرض ادب و ادب و ارادت به شما امیران عزیز ارجمندم. راجع به همه چیز صحبت کردیم. میخوام یه متن رو برای شما بخونم. یه متن عربی است. این البته برگردان فارسیشه، مربوط به 7-8 قرن پیشه.
این نظر یا اجماع نظر بسیاری از جغرافیدان هایی که از نقاط مختلف دنیا به ویژه منطقه شمال آفریقا به ایران آمدند و رفتند و نظرشون رو منعکس کردند میخوانند. سکان آن یعنی ساکنان آن همه خداوندگان عقول سلیمه و ابدان صحیحه و رأی قویه، شمایل حمیده، خصائل گزیده و لغوق در هنرها هستند. پس سکان این سرزمین همه خداوندان عقول سلیم، عقل سلیم، صاحب عقل سلیمند، خرد دارند، دارای ابدان صحیح هستند، یعنی بدنهای صحیح دارند، بدنهای سالم دارند، رأی قوی دارند، شمایل حمیده دارند، قیافشون خوبه، چهره دلگشا و خوب دارند، خصلت‌های گزیده و لهوغ در هنر هست و به هنر پیوستند، اهل هنرند، از اصحاب هنرند. و از این است که میبینی آنها را بهتر خلایق و برتر در حسن و صورت. میگه به همین لازم که اینا در میان ملت‌های دیگه بهترینند و در حسن و صورت برترین. و توانایی بدن و نظافت لباس اشاره میکنه به اینکه این مردم خیلی در نظافت لباس کوشش میکنن، تلاش دارن لباس تذیب نظیف بپوشن. و عذوبت اخلاق، اخلاقشون گواراست، عذوبت یعنی گوارا، اخلاق گوارا دارن و در تدبیر حاذقن، حذاقت دارن در تدبیر. ملوک فارس 4000 سال بر جمله عالم فرمان روایی کردند. میگه پادشاهان این سرزمین 4000 سال تو این دنیا حکومت کردن، تعمیر بلاد و نعمت عباد از آنهاست. میگه کار اینها ساختن، کار اینها سازندگیست، نه فقط در بیهن خودشون، در کشورهای، در سرزمینهای دیگه. آنها مأمور کردن دنیا را، مأمور کردن یه امارت کردن، آنها دنیا را ساختن، آنها دنیا رو ساختن. و خدای تعالی، حالا دیگه به نقل از خدا، خدای تعالی درباره این مردم چی میگه؟ میگه اینها وطن دادند بنده های من. به احتمال زیاد اشارش به ماجرای یهودیان و کوروشه. آنها وطن دادند بنده های من را. و در بیان حسن سیرت ملوک فارس آنچه در کتب عرم و عجم تدوین یافته میگه پادشاهان فارس همه دارای حسن سیرت هستند و این حسن سیرت آقا خوشتینت هست، اینا خوشتینت هست و در بیان سلوک اونها در هم در کتابهای عربی و هم در کتابهای عجم غیر عرب بارها به تفصیل سخن آمده. و بر احدی پوشیده نیست که بلاد قدیمه و مدن عظیمه بیشتر مبنیه و آباد کرده آنهاست. میگه بر کسی پوشیده نیست که اون چی که ما امروز داریم میبینیم در دنیا از شهرها و به اصطلاح از شهرهای عظیمی که ساخته شده که آباد هستند و برونه، همه ساخته دست این هاست. اینا این بلاد و این مدن عظیم رو ساختند و آباد کردند. روایت از منبع عدل و معدن احسان، یعنی پیغمبر اسلام، میگه روایت از منبع عدل و معدن احسان که آن حضرت فرمود زایده شدم من
در زمان پادشاه عادل انوشیروان که آویخته بود زنجیری که با آن جرس ها بود و مظلوم دادخواه آن را بجنبانید و ملک بیواسطه واقف گردید که حاجتمندی برتر رسیده. میگه پیامبر اسلام میگوید افتخار من اینه که در زمان سلطان عادلی به دنیا آمدم که آمده بود زنجیری بر در قصر خودش آویزان کرده بود پشت در که جرسی و جرسهایی بهش آویزان بودن، یعنی زنگ، و مظلومی اگر میمد پادشاه بدون واسطه، یعنی که لازم رو وزیر و وکیل و اینا بیاد به گوشش برسونه، دیگه لازم رو در یکی ارتباطی که بگید در بیرون چه خبره، یا حسن روحانی و بر آدم پشت صد لطیان قایم بشه. میگه بیواسطه میفهمید که یه نفر پشت در خودش اقدام میکرده. اینا رو درباره چی میگه؟ امیانانه این من درباره کیست؟ سکان موزهی، یعنی مردمان موزهی که مسما به ایران شهر است. کجا قرار گرفته؟ وسط اقلیم سالس، اقلیم سوم دنیا، بین اربع و خامس، یعنی بین وسط اقلیم سالس و اربع و خامس، اقلیم سوم و چهارم و پنجم جغرافیایی قرار گرفته، ما بین شهر بلخ تا آذربایجان و ارمنیه، از ارمنستان تا به قادسیه تا به دریای پارس، یعنی خلیج فارس. مقایسه که مربوط 800 سال پیش ها، 7-8 قرن پیش. این وسیله‌ای که از ایران و از مردم ایران و از پادشاهان ایران به دست میدن. برید بخونید ببینید امروز چه اوصافی از ایران درباره در رسانه ها و در گزارش ها میاد. اسباب تأثیر از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم. ولی من مطمئنم که این چند گامی دیگه بیشتر تا روشنایی باقی نیست. دیگه سیاهی از این قلیستر امکان پذیر نیست. از این قلیستر امکان پذیر نیست. تاریخ هزارها بار ثابت کرده، هزارها بار میگن وقتی قحطی میاد بعدش فراوانیست. وقتی یک بیماری واگیردار میاد، یک اپیدمی میاد، یک پاندمی میاد، دنیا رو میگیره، پشتش کشفیاته، پشتش داروست، پشتش درمانه. یعنی دنیا به هیجان میاد که اون غفلت رو جبران بکنه به شکلی. ما به همین دوره داریم نزدیک میشیم. ما به این دوره بعد دوره سازندگی است و دوره شفاست، دوره درمانه، دوره درست دیدن دردها و مشکلات، از همه مهمتر روشن کردن چلچراغ‌ها تو این تاریکی مطلق. تشکر میکنم از اینکه ما رو همراهی کردید. According to studies, pomegranate juice contains higher levels of antioxidants than most other fruit juices. It is considered a great source of vitamin C and many immune-boosting nutrients. Gulchin now brings you the organic 100% pure pomegranate juice. Gulchin's organic pomegranate juice has no added flavors and is 100% pure juice. Include Gulchin's all-natural pomegranate juice in your diet for a healthier and tastier life. Gulchin, the best of the best.
سلام ATT وکیشن، بفرمایید. خواهش میکنم. ATT در طول سال به دلیل داشتن قراردادهای انحصاری با معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی جهان، مناسب‌ترین قیمت و راحت‌ترین سفر دور و نزدیک شما را فراهم می‌کند. آدرس وبسایت ما jimbank.com که 24 ساعته در اختیار شماست. آدرس ما 1413 وست‌وود بولوار، لس آنجلس، کالیفرنیا 924. برای تماس با ما 310-446-4444. مهربانی همکاران من در ATT زبان‌زد همه است. ATT Vacation شایسته شخصیت شماست. دفتر مهاجرتی فانیکس گروپ، پاسپورت گواتمالا، پاسپورت دومینیکا، پاسپورت گرانادا، امکان سفر به صدها کشور و حتی کشورهای شامل حوزه شنگن بدون داشتن ویزا، امکان سفر و زندگی در امریکا برای سیتیزن های گرانادا. پاسپورت دوم معمولا اعتبار بهتری نسبت به پاسپورت کشور خودمان دارد و میتوان به وسیله پاسپورت دوم بسیاری از امور را به سهولت انجام داد. میتوان به وسیله دریافت پاسپورت دوم به بسیاری از کشورها بدون دریافت ویزا سفر کرد. هیچ تحریمی شامل شما نخواهد شد. بدون نیاز به خرید ملک و راه‌های طولانی صاحب همیشگی پاسپورت خواهید شد و در کمتر از یک ماه این شهروندی و تابعیت به شما اعطا می‌گردد با حداقل $100,000. دفتر مهاجرتی فونیکس گروپ. ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول، سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تول 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com. دیدن رنج جانکاه میلیون ها هم میهن من در سیل سیستان و بلوچستان داغی شد بس جگرسوز. صدها روستا و شهرک ویران و 1,000,000 انسان بی سرپناه هند. با نزدیک شدن پای بهار زندگیشان را با گرمای محبت انسانی خود گرم کنیم. بنیاد نیکوکاری نوروز با مجوز قانونی احسان شما را به نیازمندان می رساند. از سختیشان بکاهیم، به یاریشان بشتابیم. شماره های تلفن 1-704-544-7800 و 1-703-303-66-61 یا کمک از راه وبسایت www.nowruz.org.